Tehran, Iran, in the year 1971 AD. This is a child who was destined to fall in love and become mesmerized. بسم الله الرحمن الرحیم مهدی وحیدی صدر هستم متولد 1350 تهران از وقتی که وارد مدرسه شدم تا وقتی که به اصطلاح خارج شدم من همیشه زجر کشیدم من نمره نمی آوردم من کتک خیلی می خوردم درسم نمی خوندم خیلی هم بگم بچه درس خونه بودم تو اینقدر تو رویاهای خودم بودم اصلا درس نمیخونم درس نخوندن من دلیلش این نبود که لج بازی کنم اصلا من تو رویاهای خودم زندگی میکردم قرآنم ولی مثلا چون بابا به من کمک کرده و تو خونه قرآن میخوندیم قرآنم خوب بود نقاشیم هم خوب بود یعنی خوب نقاشی میکشیدم باز انقدر دماغ بودم درس گوش نمیکردم و بیتوجه بودم به معلم به من گفتش که های تو بلند شو بلند شو گفتم بله گفت کیف و کتابت جمع کن برو خونه با پدر مادرت بیا من بلند شدم کیف و کتابمو جمع کردم اومدم خونه و از اون تاریخ شاید حدود 32-33 سال میگذره که من رفتم خونه که پدر مادرمو ببرم مدرسه The life of Mr. Vahidi Sadr in the holy city of Qom represents the life of a person who had lost his path in life, yet he was saved by experiencing the love towards Prophet Muhammad and his household, whose love is the key to prosperity and eternal happiness. He hardly passed his classes until he reached the seventh grade, but after falling in dispute with his teacher, he abandoned the school and never looked back. به خاطر ایام موشک بارون که تو قم بود پدرم تصمیم گرفت ما رو بیاره مشهد یعنی یه چند وقتی بیایم مشهد ساکن باشیم من یه روزی بعد از ظهری نزدیکا غروب داشتم میرفتم زیارت امام رضا چون واقعا هیچ تفریحی که نبود پولی هم نداشتیم که بخوایم مثلا تفریح کنیم داشتم همونجوری میگفتم برم زیارت امام رضا به هر حال این بهتر از همه چیزه تو مسیر میرفتم و خیلی هم دماغ بودم چون تقریبا رسیده بودم به یه سن تقریبا 17 سالگی و هیچ نه درسی خوندم نه تو رشته خاصی تبحر پیدا کردیم نه درآمد مالی داریم یه زندگی باری به هر جهت ولی خوشبختانه به این چیز فکر یعنی یک ثروت خیلی خوبی که خدا به من داده بود اون مثلا محبت اهل بیت بود که من اصلا روش شاید خیلی حساب وا نکرده بودم He followed the orders of his father and asked for the help of his friend Imam Riza peace be upon him He neither knew what the future had in store for him nor that this wish would be granted The unconditional love towards the imams led to his miraculous success in life یه روز داشتم تو کوچه همین کوچه گنبد خشتی میمدم طرف حرم مطهر پدرمو دیدم داره از سر کوچه میاد به طرف خونه گفتش کجا میری گفتم میرم حرم گفت بابا امام رضا علیه السلام فرموده هر چی میخواید از ما بخواید حتی نمک غذاتونم از ما بخواید اینم به من گفت رفت من اینقدر خوشحال شدم از این حرف یک بارقه از امید در دل من ایجاد کرد که من یه آدم ثروتمندی مثل امام رضا داریم من احساس فقر میکنم همش فکر کردم چرا من اصلا به امام خودم اینطوری نگاه کردم چرا من چجور بگم اعتقادم کاربردی نشده همش تئوری تا حالا همش تئوری بوده ولی در عرصه عمل چرا من نمیام اگه واقعا
ایمان دارم به امام رضا و یقین ندارم. بحث یقینه. ایمان داریم و ما اعتقاد داریم، باور داریم که اون امام هشتمه، ولی یقین که آدم یقین پیدا کنه آقا من الان برم خواسته ای دارم منو کمک میکنه. باور نداشتم که او سریع و رضاه. تا که این پنجره رو وا میکنم گنبد طلا تو تماشا میکنم، خودم رو تو ظاهر جا میکنم، حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم آم بسه. تمام زندگی من از اینجا شروع شد، از این یه جمله تو کوچه گنبد خشتی شروع شد. خب حالا من اومدم امام رضا، دقیقا تصمیم گرفتم در آینده چی کار کنم. تو این مسیرم خیلی کوتاهه، یعنی کوچه تا حرم 5 دقیقه قدم بزنم من به حرم رسیدم. من تو این 5 دقیقه مسیر زندگی و هدفم رو انتخاب کردم. هدفم این بود، گفتم میرم پیش امام رضا علیه السلام، میگم من دوست دارم برای شما اهل بیت شعر بگم. شعرم بلد نیستم، نه دبیرستان رفتم درس خوندم، رشته فرهنگ و ادب بوده که من اصلا بهش ورود پیدا نکردم، نه تو دوران ابتدایی و راهنمایی فارسی دستورم خوب بوده، خب من همونم تجرید آخه میشدم، ولی چون من قوم زندگی کرده بودم میدونستم یکی از بزرگانی که در قوم مدفونه کربلای کاظمه، یه پیرمرد رعیت بی سوادی که اهل یکی از روستاهای ساوه به نام ساروغه اگه اشتباه نکنم، و این بزرگوار به خاطر علاقه ای که به اصطلاح به اهل بیت داشته فقط این اومده به اصطلاح خواسته که به هر حال نگاه بهش کردن و اهل بیت بهش نگاه کردن و کل این حافظ کل قرآن بود به یه اشاره، به یه عنایت. پس اگه اتفاق بر اون افتاده برای منم میفته. منم مثل کربلای کاظم به خدا اعتقاد دارم، به امیرالمومنین اعتقاد دارم، به هر چیزی که او اعتقاد داره منم اعتقاد دارم. His father suddenly decided to immigrate to the holy city of Mashhad, which is the heartland of Shia Islam in Iran. His son, Mahdi Vahidi, followed him to the city, where he discovered his destiny. It all started in the alley, which led to the holy shrine of Imam Rida, peace be upon him. یا امام رضا کمکم کن، من این شاعر بشم به شما شعر میگم. سال 67 بعد یه دفعه دیگه مشرف شدم، گفتم آقا من اگه شاعر بشم برای شما شعر میگم. همین اومدم خونه. یه روز بعد از ظهری شد، من دیدم بیقرارم، اینقدر بیقرار شدم که حتی حسی ندارم. حالا بیقراری چجور؟ مثل کسی که از دست دادی، یا یک کسی که عزیزی میخواد از سفر برگرده. نمیدونم، یه هول عجیبی اینقدر این شدید بود که من گاهی میشستم گاهی بلند میشدم، دست به دیوار میگرفتم، اصلا نمیدونستم من چیکار کنم، من چم شده. من تا حالا یه همچی احساسی رو تجربه نکرده بودم. همزمان با این احساس من یه سری کلمات موزون و یک سری مصرعها، یه سری ابیات موزون با یه مضامین خیلی زیبایی تو ذهن من بالا پایین می شد، به قدری که دویدم یه قلم برداشتم و شروع کردم به نوشتن. هر چی من می نوشت، یعنی اون چیزایی که تو ذهنم می نوشتم، بعد دیدم اینا همه شعره، همه یه ابیات خیلی قشنگ و خیلی زیباییه که به اصطلاح به من رسیده.
من فهمیدم که حالا یواش یواش داشتم احساس میکردم که اون چیزی که رفتم تو حرم گفتم به هم رسیده. گفتم تو ذهنم رسید که من به استقبال محتشم کاشانی برم، همونطور که اون یه ترجیبندی در مرثیه سید الشهدا گفته، طبق عهدی که با حضرت رضا داشتم گفتم اگه من شاعر بشم برای شما اهل بیت شعر میگم، من حالا یه شعری میگم در وصف یک ترجیبندی میگم در وصف حضرت صدیقه طاهره و شهادت حضرت. من ترجیبند تمام نکردم، من فقط یه بند گفتم، بقیه بند آرام نگفتم، فقط یک بند در وصف حضرت زهرا به استقبال محتشم رفتم. محتشم تو شعرش شعرشو با باز شروع میکنه. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. و در واقع وقتی با باز شروع میکنه میخواد برای تو یه قصه یا باز کنه، یه واقعی یه رازی رو برای تو آشکار کنه و باز کنه یه قضیه رو برای شنونده. لذا از باز استفاده منم همینجور شروع کردم، گفتم باز دنیا شعله زد، شهباز غم را پر گرفت، باز از این ماتم دل قدیس پیغمبر گرفت، باز دنیا بر مدار خصم می‌گردد چرا، کم مگر قلب نبی از کینش آذر گرفت، باز دنیا از علی بغضی به دل پرورده است، کینچنین کروبیان را گوهر از افسر گرفت، انتقامی خواست گیرد چرخ پیر روزگار، زین سبب با میخ در از زوجه حیدر گرفت، بزعه پاک پیمبر سرور حوران عرش، فاطمه دستی به پهلو زان فشار در گرفت، چرخ سفله آن زمان ای کاش در دم می شکست، بس گلاب از دیده گلهای جان پرور گرفت، نیست ناموسی چو زهرا همچون مهری با وقار، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وقتی که این شعر تموم شد فهمیدم اون چیزی که میخواستم گرفتم، آن پرچمی که بر سر بام حریم تو پرچمی که بر سر بام حریم توست، راه بهشت را به محبان نشان دهد. آقا میخواست گر خدای میخواست گر خدای نبخشد گناه ما، ما را چرا امام چون این مهربان دهد. دیدم خیلی ظلم شده در حق اهل بیت تو این رشته، یعنی ما شعر کودک رو داریم، ادبیات کودک رو داریم، ولی اصلا انگار یه عمدی بوده، یه عده اصلا اجازه ندادن که به اصطلاح مفاهیم معرفتی وارد ادبیات کودک بشه. چرا مثلا ما شعری از شعرها میخونیم در کتابهای مثلا درسی، ولی یا بعد اجتماعی داره یا نهایتا یه خدا توشه،
ولی اصلا نگاه اهل بیتی توش نداره. The path that leads to the household of Prophet Muhammad is the right one which can lead the followers of Prophet Muhammad's household to their ultimate destination without facing any obstacles in the process. Moreover, those who write poems for them will save themselves from going astray. This is only one of the achievements that the poets such as Mahavahidi Sadr gain in life, as he was saved from confusion and indetermination. خیلی ساده کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رو باز کردم، گفتم من میخوام برای بچه ها از توی مفاتیح شیخ عباس قمی برایشون حرف بیارم. خب باز کردم مفاتیح، نوشته دعای فرج. دعای فرجی هست و در وصف امام زمان علیه السلام خب ادعیه ای هم هست. دیدم یه جای نوشته یا صاحب الزمان القوس القوس الامان. دیدم خب قشنگه، یا صاحب الزمان، دیدم ریتم داره، ریتمش هم خیلی قشنگه، خیلی محکمه. اینجوری گفتم دیدم تو را بلند، نه ببخشید، دیدم تو را به خواب، دیدم تو را بلند، دیدم تو را جوان، یا صاحب الزمان، آن لحظه قشنگ دنبالت آمدم، شاد و دوان دوان، یا صاحب الزمان. گفتم که پر کشید روحم برای تان، ای مرد مهربان، یا صاحب الزمان. گفتی به یادتان هستم دعا کنید، گفتم به دیگران، یا صاحب الزمان. خب یه شعر گفتم کودک با موضوع یا صاحب الزمان، که یه تشرف هم هست. خب تشرف تو خوابه دیگه، اینجور نیستش که ایراد بگیرم، یا تو بیداری که نبوده، که تو خواب بوده، یه تشرفی هست. در این حال یه حدیثی هم آوردم که حضرت فرمود که برای فرج من دعا کنید، من به یاد شما هستم، از احوال شما غافل نیستم. یه همچی شعری گفتم. ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببره، یبن الحسن یبن الحسن، جانم گوشه چشمت غم عالم ببره. دیدم یه جا نوشته مثلا یا بقیت الله، دیدم اینم قشنگه، یا بقیت الله، چه ریتم قشنگی داره. اشکم شده جاری از بس که کشیدم در غیبت تو، آه یا بقیت الله، جانم به فدایت، ما نامه نوشتیم در غیبت تو، گاه یا بقیت الله، من بی خبر از تو، اما تو که هستی از حال من آگاه، یا بقیت الله، ما منتظرانیم، یعنی که فقط هست چشم همه در راه، یا بقیت الله. من الگوم علامه امینی بوده. علامه امینی احساس تکلیف میکنه که این کار انجام، امینی در اوج فقرش این کار تحقیقیش انجام میداده، و تازه وقتی که این بزرگوار کار تحقیقیش تمام میشه و القدیر رو مینویسه، پولی نیست که بخوان کتابای اینا چاپ بکنن، انقدر حجم آثار زیاده. به محضی که میخوای یه کار اهل بیتی انجام بدی، هزار جور برای تو سنگ اندازی میشه که تو اون مسیر رو نری. تو قسم خوردی این مسیر رو بری، ولی شیاطین هم قسم خوردن که اجازه ندن، که به اصطلاح بالاخره دشمنان اهل بیت در اون زمان نبودن که نابود بشن، که در همین زمان هم هستن، از جن و از انس همه هستن، و نمیذارن تو این قدم رو برداری. سنگم از آسمون میبارید،
برای من سعی میبارید دیگه اینطوری بگم، ولی چون این رشته قطع نشده بود من باز ادامه میدادم. فاجعه وقتی اتفاق میفته توی این عرصه که تو رشته توکل و توسلت قطع میشه. اگه اون قطع شد دیگه تمومه، با سرخوردگی برمیگردی. If you're born with the infallible imams were not broken, you can hope that the imams would help you. And if you spend your lifetime pleading to the Prophet Muhammad and his pure household, you can rest assured that you will become prosperous in both lives. Mr. Vahidi Sadr has no wish other than seeking Almighty God's pleasure and the satisfaction of the infallible household of Prophet Muhammad. As a result, he was able to find his path among the curvy roads of life and find himself in the highway which leads to success and prosperity. He came out of a state of sadness and started writing poems to show his ultimate love for Ahlul Bayt, peace be upon them. ببینید یک فضانوردی که میخوام بفرستن کره ما حتما ازش انواع اقسام تستا میگیرن و اون اذیت میشه تو این تستا، بسیار اذیت میشه. خیلی هستن که از این عرصه میرن بیرون، میگن ما نمیتونیم، ما تو این عرصه، میگه من فضانورد نمیشم. میگه چرا؟ میگه این همیشه سرگیجه داره، چون سرگیجه، دوچار سرگیجه میشه، تو اون چرخشا رو نمیتونه تحمل کنه، اوتش میکنن. اگه یکی بیاد برای اهل بیت کار بکنه ولی به ادعاش میشه کار میکنن ولی توی این عرصه دوچار سرگیجگی بشه، اوت میشه. من فقط در یک صورت میتونستم این سرگیجگی رو از خودم دور کنم، این حیرونی رو از خودم دور کنم، در صورتی که میدیدم که میتونم متوسل باشم، همون توسلی که ابتدا داشتم همون مدام داشته باشم. من تو عرصه فرهنگی خودم یه سرباز میدونم، میخوام بیام در برای اهل بیت روبرو جبهه دشمن تلاش بکنم. با چه سلاحی؟ درسته به من اجازه ورود دادن که تو میتونی سرباز ما باشی و این شهامت هم به تو دادیم. خیلی خوب، شهامت رو به من دادید، عرصه هم به من اجازه ورود دادید، من به خودم باید یه ادواتی بیارم یا نه؟ یکیش مطالعه مستمره، مطالعه سر خودم، نه که آدم خود رو بار بیاد. یعنی من مطالعه بکنم، یه مطالعه‌ای که در نهایت بشم صوفی، یه مطالعه بکنم که نهایت بشم مثلا یکی از فرقه های مثلا منشق شده از تشیع یا از اسلام که اصلا از نگاه اهل بیت باطله. یعنی من بعد یه مطالعه میکردم، در اینی که مطالعه میکردم بعد هم متوسل بودم نسبت به اهل بیت که به من یه نوری بدن، از اون نور رو بتونم من این مفهوم و این مطلب رو بفهمم. و خدا هم این کمک کرد تو این رابطه، یه تو تلاش میکنی اونا هم کمکت میکنن دیگه. یه سری آدم های سر راه تو قرار میگیرن، آدم هایی که اهل بیتی هن، هیچ مقصد دنیایی ندارن. خیلی هستن که ظاهرا اهل علم و خیلی مثلا دبدب و کبکبه دارن، ولی مردم به سوی خودشون دعوت میکنن، مرید جمع میکنن، ولی یه سری ها نه، مردم به سوی خدا دعوت میکنن. خوشبختانه همه آدم ها پس من خورد و تونستم ضعفامو برطرف کنم توی حد. The poems on the books of Mr. Wahidi are increasing by the day, and they are clear proofs to his dedication and devotion to the household of Prophet Muhammad, a man who had never written a verse of a poem before has become a well-known poet in his 40s. الان که در خدمت شما هستم بیش از 20,000 بیت شعر کودک در وصف اهل بیت دارم.
و حدود 500 عنوان کتاب کودک هم و نوجوان در راستای حالا قرآن و عترت و مفاهیم معرفتی کار کردم. من چیز خاصی نیستم، من یه آدم خاصی نیستم، فقط تنها برگ برنده من این بود که من خوب گدایی کردم.